هنر رزمی آیکیدو در دهه 1920 توسط موری یوشیبا ابداع گردید. وی در سنین پایین به هنر رزمی کیتو ریو بوجوتسو و باگو ریو کنجوتسو پرداخت. یوشیبا سنسی دارای فیزیک منحصر به فردی بود. وی 152 سانتی متر قد و 81 کیلو وزن داشت. در سالهای دهه 1950 وی تصمیم به اشاعه آیکیدو گرفت و جمعی از شاگردان ارشد خود را به کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی فرستاد. سرانجام موری یوشیبا در 26 آوریل 1969 در سن 86 سالگی درگذشت. یکی از برجسته ترین شاگردان یوشیبا سنسی فردی بود به نام کویچی توهی که در سال 1920 در توکیو متولد شد. در واقع وی با پیدایش آیکیدو به دنیا آمد. وی نخست تحت تعلیم پدرش که یکی از اساتید ورزش جودو بود، فراگیری جودو را آغاز نمود. و در سن 19 سالگی آیکیدو را زیر نظر یوشیبا سنسی فرا گرفت. در ضمن وی در سال 1942 از دانشگاه کیو ژاپن در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد. در دوره تحصیل نیز به تمرین زن و روش‌های تنفسی میسوجی پرداخت. او با توجه به استعداد شگرفی که داشت به سرعت پیشرفت کرد و در سال 1953 به هاوایی دعوت شد. و به مدت 21 سال در تمام ایالات آمریکا و چند کشور اروپایی به آموزش آیکیدو و کی پرداخت. وی در سال 1971 در 51 سالگی پس از فوت یوشیبا سنسی انجمن کی نو کن کیوکای را که در آن اصول کی و هماهنگی ذهنی و بدن تدریس می شود را پایه‌گذاری کرد. نهایتاً در سال 1974 سبک مستقل شین شین تویتسو آیکیدو را بنیان نهاد و در حال حاضر ریاست کینو کن کیوکای را به عهده دارد. در میان شاگردان توهی سنسی فردی به نام ریکیو اوبا حضور داشت که در 18 سالگی فراگیری آیکیدو را زیر نظر توهی سنسی آغاز کرد و همکنون به عنوان ارشدترین و فنی‌ترین فرد پس از کویچی توهی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. یکی از شاگردان کلاس بین المللی اوبا سنسی محمد محبوبی بود که در سال 1991 به ژاپن سفر کرد. قبل از آیکیدو در ورزش‌های دو میدانی، جودو و شنا فعالیت داشت. وی آیکیدو را در سال 1992 در دوجو سوشینکان شهر گاکوین در استان ایباراکیکن که باشگاه مرکزی استاد کویچی توهی در آن واقع گردیده شروع کرد. وی با توجه به علاقه و پشتکاری که داشت همه روزه به تمرین آیکیدو زیر نظر او با سنسی پرداخت و در نهایت در سال 2002 به اخذ مدرک مربیگری و نمایندگی شین شین تویتسو آیکیدو
از هومبو دوجوی مرکزی کویچی تویی سنسی به ایران بازگشت. او پس از بازگشت در سال 1381 دوجوی خود را در شهرستان بندرانزلی به نام محبوبی دوجو در زادگاهش بنا نهاد و جمعی از علاقه‌مندان به آیکیدو را گرد خود جمع نمود و سپس در نقاط دیگر استان گیلان نیز به فعالیت پرداخت. در حال حاضر حدود 4 استان دیگر فعالیت شینشین تویتسو را آغاز نموده و حدود 15 مربی زن و مرد در استان گیلان مشغول به فعالیت هستند که استاج فنی را در سال 1385 زیر نظر مستقیم او با سنسه که به دعوت محبوبی سنسه به ایران سفر کرده بود گذراندند. آیکیدو یکی از نرمترین ورزش‌های رزمی می باشد که کاملاً جنبه تدافعی دارد. تمامی تکنیک ها بر مبنای عکس العمل در مقابل حمله حریف می باشد. برای پاسخ دادن به حمله حریف از تکنیک های گریزی و فشار به نقاط حیاتی بدن استفاده می شود. همچنین از نظر حرکات نیز متمایز می باشد، زیرا آیکیدو تقریبا در اکثر موارد از خطوط دایره‌ای تشکیل می شود. تکنیک ها در آیکیدو قابل انعطاف و مطابق با موازین عقلی هستند که شامل کلیه عناصر دفاع و حمله است. آیکیدو متمایز با هنرهای رزمی می باشد. این روش حتی مفهوم دشمنی با حریف را تعریفی دوباره می کند. آیکیدو تنها هنر رزمی است که به واسطه خصوصیات منحصر به فردش توسط انجمن مشاوران والدین بچه های بدرفتار توصیه شده است.
این ورزش نه برای نابودی حریف بلکه برای کنترل او طراحی شده است. آکیدو کار ضربه یا لگد نمیزند که حریف را مجروح کند. حملات را سد نمی کند و در برابر آنها مقاومت نیز نمی کند، بلکه با حملات ترکیب شده و با استفاده از نیروی کی، نیروی حریف را تبدیل و جذب کرده و جهت آن را عوض می کند.